بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟ بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟ خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟ گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی، الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست؟ هر کسی از لب لعلت سخنی میگوید، چون ندیده از کسی این همه افسانه ز چیست؟ حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، حالت سوخته را سوخته دل داند و بس. شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست. دوش در میکده حسرت زده میگردیدم، دوش در میکده حسرت زده میگردیدم. پیر پرسید که این گریه مستانه ز چیست؟ گفتم ار هست در این خانه کسی رو نمای، گفتم ار هست در این خانه کسی روی نمای، ور کسی نیست بنا کردن این خانه ز چیست؟ گفت جامی ز می ناب به توحید دهید، تا بداند که نهان ماندن جانانه ز چیست. توحید شیرازی فرزند ناکام وصال شیرازی از شعرهای قرن 13 قمری میهنه. عزیز من، با درود و وقت بخیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران، امیدوارم تنی سلامت، دلی امیدوار، روحی آرام و لبی خندان داشته باشید. در این دور همی فاصله دار قسمت نخست شناسایی موانع را از دل نوشته روی بام عشق به شراکت با شما نازنینان میگذارم. اما پیش از پرداختن به آن، به سروده زیبا از ابوالحسن ورزی شاعر و ادیب معاصر میهن عزیزمان گوش فرا میدهیم و پس از خواندن نخستین قسمت شناسایی موانع به سروده زیبایی از فروغ بسطامی شاعر و غزل سرای نامدار و بزرگ دوره قاجار گوش می کنیم. دل تشنه شد و در تو گمان برد که آب است، دل تشنه شد و در تو گمان برد که آب است. بیچاره ندانست فریبند سراب است. بسیار کسان را که خمار از تو برانده است، این خون که به لبهای تو همرنگ شراب است. افسوس که از تلخی دشنام جدا نیست، در جام لبان تو اگر باده ناب است. لب را چه کنی خسته به پرخاش، که ما را خاموشی آن چشم سخنگوی جواب است. با بوسه و لبخند ز هم باز نگردد، با بوسه و لبخند زهم باز نگردد. گویی که میان من و آن لب
شکراب است. آبادی دل را زکه جویم که همه خلق دانند که این خانه ز بنیاد خراب است. یاد من سودا زده در آن دل سنگین، یاد من سودا زده در آن دل سنگین نقشی است گریزنده که در پرده خواب است. روی بام عشق، شناسایی موانع، قسمت اول. ساعت 6 بعد از ظهر پنج شنبه 26 بهمن ماه است که هوتن و حاله به همراه ترانه و پوریا زنگ منزل حاج آقا ارشادی را به صدا در می آورد. ننه عالیه که از پیش منتظر رسیدن میهمانان است در را باز می کند و پس از سلام و احوال پرسی همگی را به سمت اتاق نسبتاً بزرگ حاج آقا راه نمایی می کند. بچه ها پس از سلام و احوال پرسی و ابراز ادب در طرفین تشکچه حاج آقا به زمین می نشینند. حال دستگلی زیبا و ترانه جعبه از باغ لوای مرغوب یزد را تقدیم می کند و با ابراز علاقه فراوان روز عشق را به عموجان محترم و دوست داشتنی تبریک می گوید. هوتن و پوریا هم جعبه از سوهان لقمه قم و گز پسته اصفهان را تقدیم ننه عالیه و مشرجب می کنند و ضمن تهنیت روز عشق از زحمات چندین ساله هر دوی آنها در مراقبت و نگهداری از عموجان تشکر می کنند. حاج آقا می گوید دلیل اینکه از شما عزیزان خواستم قدری زودتر تشریف بیاورید این بود که بگویم من چند روز پیش هم با آریان جان و هم با حمید آقا و هما خانوم و بچه ها در مورد قرار جلسات ماهانه در آخرین پنج شنبه هر ماه صحبت کردم. همگی از شنیدن خبر بسیار خوشحال شدند و از دعوت و شرکت در آن استقبال کردند. قرار بر این شد که امشب هم حدود نیم ساعت زودتر از زمان مقرر، یعنی حدود ساعت 7، تشریف بیاورند تا شاید بتوانیم ضمن اینکه مقدمه یا پیش صحبتی داشته باشیم آمادگی بهتری هم برای نخستین برخورد پس از قطع طولانی رابطه پیدا کنیم. در این حال میخواستم به یکایک شما عزیزان هم یادآوری کنم که هدف از این دوره همین و اگر خدا بخواهد جلسات بعدی این نیست که به دنبال مقصر و خاطی بگردیم که چه کسی بیشتری نقش را داشته یا صحبت و عمل کرده نادرسته چه کسی موجب قطع رابطه شده و یا چه کسی مورد ظلم و ستم بیشتر قرار گرفته. هدف اصلی دور همی امشب این است که بتوانیم فضای دوستانه و معتمدانه ایجاد کنیم تا افراد بدون کمترین ترس و نگرانی به گفتگو بنشینند و با هم یک درد دل درست و حسابی بکنند. چون هنوز هم تعدادی از ما مقصر دانستن و گناهکار جلوه دادن و خاطی نامیدن دیگران را روشی صحیح و مؤثر برای حل اختلافات و رفع موانع و مشکلات درک و تعبیر می‌کنیم. چرا که قرار است از این طریق، یعنی کسب تأیید و تصدیق دیگران، به رضایت از خودمان دست پیدا کنیم، در حالی که نتیجه به دست آمده چیز دیگری را نشان می‌دهد. یعنی نشان می‌دهد که عملاً پس از 10 سال تلاش به هر دلیلی نتوانستیم اختلافات موجود بین خودمان را حل کنیم.
بنابراین چیزی را که از همگی شما انتظار دارم این است که با رعایت حقوق و احترام همدیگر به طور دوستانه و مهربانانه بگوییم و بشنویم. در صدد یارکشی و جبهه‌گیری و کسب تأیید این و آن نباشیم. من کوچکترین مشکلی با شفافیت و صراحت در کلام ندارم، مشروط بر این که صادقانه و محترمانه باشد و تولید احساس نزدیکی و اعتماد کند. یعنی کسی احساس نکند که خدای ناکرده قصد تجاوز یا بی احترامی به دیگران را داریم. زنگ منزل صحبت حاج آقا را قطع می کند و هوتن هیجان زده با گذاشتن دست به شانه مشرجب مانع بلند شدن او و داوطلب گشودن درب حیات می شود. طولی نمی کشد که عمه هما به همراه حمید آقا و علی و الهام به جمع آنها اضافه می شود و هنوز سلام و چاق سلامتی و تبریک روز عشق به خوبی دم نکشیده که آریان با سبدی از گل روز و کیکی به شکل قلب به جمع آنها اضافه می شود. حاج آقا می گوید خیلی خوشحالم که قبل از آمدن ایرج خان و دیگران این فرصت پیش آمد تا بتوانیم صحبت مختصری با هم داشته باشیم. نخست میخواستم از همگی شما به خاطر قبول دعوت تشکر کنم. پیش پای شما داشتم برای بچه ها میگفتم که هدف اصلی این دور همین برقراری مجدد رابطه آسیب دیده و تقریبا از بین رفته است که به هر دلیلی برای مدت طولانی ادامه داشته. بنابراین چنانچه خواهان روابط بهتر و نزدیکتر و صمیمانه تر و در صدد دستیابی به نتایج پرثمر و سازنده تری هستیم، باید بپذیریم که دستیابی به چنین اهدافی تنها با تکیه بر صداقت و تولید اعتماد در یکدیگر محدود می شود. به همین دلیل میخواستم از همگی خواهش کنم سعی کنیم که هم شنونده بهتری برای همدیگر باشیم و هم در کمال ادب و احترام با یکدیگر صحبت کنیم. یعنی تلاش کنیم که از افکار منفی و گفتار غیر محترمانه و رفتار نادرست که باعث پدید آمدن چنین وضعیتی شده خودداری کنیم و فراموش نکنیم که هدف اصلی گفت و شنود مؤثر کم کردن میزان تفاوت‌ها و نزدیک شدن به یکدیگر است. حمید آقا میگوید من هم با حاج آقا کاملا موافقم، اما در این حال گفتمان مؤثر باید به نحوی دنبال شود که در وهله نخست موجب شناسایی اختلافات، اعتقادات نادرست و مشکلات موجود در روابط من شود تا با شناسایی صحیح چون این مشکلات و معضلاتی موفق به آزادسازی ذهنمان از این بندها و محدودیت ها شدیم و به انتخاب بهتری دست یابیم و نیاز به تغییر را در خودمان حس کنیم. یعنی اینجوری می توانیم از تعصب و سکون فاصله بگیریم و به رشد و تکامل فردی و اجتماعی بیشتری دست پیدا کنیم. در این حال باید به خاطر بسپاریم که هیچ کس و هیچ چیز دیگری الا خودمان نمیتواند کمترین تغییری در نوع تفکر و گفتار و رفتارمان ایجاد کند، چرا که میدانیم هر گونه تغییر در زندگی فردی و اجتماعی تنها و تنها برای شخص خودمان شکل میگیرد و برای دستیابی به رضایت بیشتر از خودمان دنبال میشود. یعنی تغییری که بخواست یا برای تأمین رضایت دیگران شکل می گیرد قطعاً
تغییر حقیقی نیست. میخواهم بگویم که اگر نیاز به تغییر را در خود حس کنیم، از آن نترسیم و به جدال با خود و جنگ با دیگران خاتمه دهیم، آن وقت زندگی را با آرامش و امیدواری بیشتر دنبال میکنیم و از روابط محکمتر و اعتماد بیشتر و همکاری نزدیکتر بهره‌مند میشویم. از قدیم هم گفتن که صداقت و اعتماد بالهای پرواز آزادی انسان و دستیابی به خوشبختیه، اما وجود و حضور هر کدامشان در گروی وجود و حضور دیگری است. یعنی بدون داشتن اندیشه و گفتار و رفتار صادقانه به اعتماد اجتماعی دست پیدا نمی کنیم و موفق به ایجاد و نگهداری روابط خوب و معنادار نمی شویم. آریان می گوید در ابتدا می خواستم از حاج آقا ارشادی برای تلفن و دعوت مهربانانه‌شان تشکر کنم و بگویم که چقدر خوشحالم که در خدمت ایشان و دیگر اعضای فامیل هستم، چرا که اعتقاد دارم برپایی این گونه جلسات و آشنایی با عقاید و دیدگاه های متفاوت میتواند آغاز خوبی برای حل اختلافات، رفع موانع و کمک مؤثر برای نزدیکتر شدن به یکدیگر باشد. بی تردید همگی من دارای تفاوت های شخصیتی و رفتاری هستیم، همون چیزهایی که نقاط ضعف و قوت ما محسوب می شوند. یعنی همانطور که همگی من دارای نقاط مثبت و توانایی های متفاوت هستیم، هیچ کدام من بدون عیب و نقص نبوده و نه هستیم. در واقع دشواری ها و معضلات زندگی از زمانی شروع می شود که تلاش به از بین بردن این نقاط ضعف و کمبودها می کنیم و در صدد خلاصی از زندان تعصباتمان برمی آییم. اما بلافاصله این سوال برای تک تکمان پیش می آید که مگر می شود گفتار و رفتاری را که در طول زندگی فرا گرفته ایم و به طور مداوم تمرین و تکرار کرده ایم و با تکرار آنها مورد تشویق دیگران قرار گرفته ایم و به صورت عادت زندگی درآورده ایم تغییر دهیم؟ من اعتقاد دارم که می توانیم این کار را به انجام مشروط بر اینکه حاضر به پرداخت هزینه هایش باشیم. یعنی در وهله نخست بپذیریم که همگی بدون استثنا دارای نقاط ضعف هستیم و قبول کنیم که بسیاری از آنها ریشه در اعتقادات کهنه اما نادرست و خرافی من دارند که مسیر رشد و تکامل فردی و اجتماعی من را یا به طور کلی مسدود کرده اند و یا آنها را با موانع مقاوم و توانمندی مواجه ساختند، به طوری که پذیرش یا قبول هر چیز دیگری به غیر از همان درک قدیمی و نادرست را کسر شأن و کاستی حرمت والای انسانی خود درک و تعبیر می کنی، چرا که نسبت به آنها کاملا متعصب گشته ایم. به عبارت دیگر شناسایی نقایص و آشکار شدن معایب من را کاستی شأن و پستی جایگاه انسانی خود تعبیر می کنیم و چاره ای به جز توجیه کردن و پنهان نمودن نقاط ضعف و جنگیدن و مقاومت کردن در مقابل ایده های نوین و پیشنهادات راستین را نداریم. به
به همین مناسبت با استفاده از دروغ و حاشا دست به خود فریبی و دیگر فریبی میزنیم و با تمرین و تکرار روزانه همان موارد کهنه و نادرست عادات توانمندی را میسازیم و نسبت به آنها متعصب افراطی باقی میمانیم، به طوری که تغییر دادن یا فاصله گرفتن از آنها به هر دلیلی بسیار دشوار می شود و وفادار ماندن به آنها اولویت زندگی من را تشکیل می دهد، چرا که ماندگاری در آنها تمامی و یا بخش بزرگی از ارزش، اهمیت و اعتبار جعلی انسانی من را می سازد و حفاظت و پشتیبانی از آنها به هر قیمتی یگانه هدف من می شود. ببخشید. یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت، چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد، نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت، نعره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد، نعره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد، شعله ها خواهم شد و در خشک و تر خواهم گرفت، انتقامم را ز زلفش مو به مو خواهم کشید، آرزویم را ز لعلش سر به سر خواهم گرفت، یا به زندان فراقش بی نشان خواهم شدن، یا گریبان وصالش بی خبر خواهم گرفت، یا بهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد، یا بهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد، یا نهان قامت او را به بر خواهم گرفت، یا به پایش نقد جان بی گفتگو خواهم فشاند، یا ز دستش آستین بر چشم تر خواهم گرفت، یا به حاجت در برش دست طلب خواهم گشاد، یا به حجت از درش راه سفر خواهم گرفت، باز اگر بر منظرش روزی نظر خواهم فکند، کام چندین ساله را از یک نظر خواهم گرفت، گر فروغی ماه من برق زرو خواهد فکند، گر فروغی ماه من برق زرو خواهد فکند، صد هزاران عیب بر شمس و قمر خواهم گرفت، بدرود تا درودی رفتاتر و Thank you.
you.